دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشون می گذارند و عصای اونها را بخواهد و اونها را محاکمه کند. اما در این قسمت افتخار این رو دارم که با کارشناس عزیزی آقای ایرج مصداقی از فعالان حقوق بشری همراه باشم. درود بر شما آقای ایرج مصداقی و سپاسگزارم که در سفر بودید اما دعوت من رو پذیرفتید. سلام میکنم به شما خانم امانی، همچنین به بینندگان و شنوندگان عزیز هر جایی که صدای ما رو یا تصویر ما رو میبینن و میشنون. آقای مصداقی، بگذارید سرآغاز تعریفی داشته باشیم از تاریخچه جریان اصلاحات. تاریخچه جریان اصلاحات چگونه است و از کجا اصلا آغاز شده؟ بله، ببینید، چی که امروز به عنوان اصلاحات مطرحه در دهه 60 به عنوان خط امام مطرح بود و در واقع شعارهای ضد امپریالیستی. میدونید که اون جناحی که بیشتر خط امام رو بعدها نمایندگی کرد در واقع دانشجوهای پیرو خط امام بودن یا خود نیروهای خط امام در مجلس شورای اسلامی و همچنین در حزب جمهوری اسلامی و در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو نیروی تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی بودن در دهه 60 یا درست در روزهای بعد از انقلاب. اینها اون موقع چون رسم روزگار و مد روز شعارهای ضد امپریالیستی بود و بعد هم در واقع اقتصاد دولتی و یا طرح بند جیم یا نمیدونم به نوعی حرکت در روستاها و اون چی که خمینی ازش به عنوان اسلام مستضعفین یا پابرهنگان در مقابل اسلام مرفعین بیدرد مطرح میکرد، اون موقع خب اینها یک همچین شعارهایی رو میدادن، شعارهایی که بیشتر به اصطلاح در حمایت از مستضعفین بود و یا در مخالفت با امریکا و غرب و مظاهر غرب و فرهنگ غرب. منتها این نهی که اونها سیاست هاشون به نفع مستضعفین بود یا منافع اونها رو در نظر داشتن. میدونید بزرگترین ضربات به مردم ایران به خصوص به طبقه محروم درست بعد از انقلاب در یک دهه اول انقلاب وارد اومد و بسیاری در طی جنگ از بین رفتن، جنگ خانمانسوز، جنگ ضد میهنی و از اون طرف هم در سیاست های ناشی از تلاش رژیم برای قبضه قدرت یا درگیری های هم که بین هم داشتن و اینا رو اضافه بکنین به ندانمکاری، سوء مدیریت که در کشور حاکم. و بعد ما این درگیری ها رو تو مجلس هم میدیدیم. میدونید که در مجلس اول همین هایی که امروز میگن اصلاح طلب به ولایتی رأی ندادن به عنوان نخست وزیر یا حتی کاندیداهای دیگه هم مطرح بودن مثل میرسلیم، مثل قرضی، به اینها رأی ندادن و خامنه ای مجبور شد میرحسین موسوی رو انتخاب بکنه. و بعد میدونید دوباره در سال 64 خامنه ای همه تلاشش رو گذاشت برای حذف میرحسین موسوی. جریان 99 نفر در مجلس شکل گرفت که مخالفت کردن با حکم خمینی و اون رو ارشادی خوندن و نه مولوی و رأی در واقع بر علیه دولت، در علیه کاندیداتوری موسوی برای نخست وزیری دادن که خامنه ای مجبور شده بود رو معرفی کنه. پس بنابراین از ابتدا این داستان بین اینها بود، درگیری هایی که حتی تو خود حزب جمهوری اسلامی بین جناح چپ و راستش و بین در واقع بازار یا اون جناحی که خودشون رو به اصطلاح نماینده مستضعفین معرفی میکردن. تو زندان هم ما این رو میدیدیم. ببینید زندان اوین جریان سرکوب هم درست از دو بخش تشکیل شد، یکی اطلاعات سپاه پاسداران که در دست خط امامی ها بود و یکی دادستانی انقلاب که در دست لاجوردی و مؤتلفه بود و اینها با هم درگیری شدیدی داشتن از ابتدا. میدونید تا اونجا بود که
حتی لاجوردی اونها رو از اوین بیرون ریخت و اونها رو به عنوان منافقین جدید مطرح میکرد. حتی در وصیت‌نامه‌اش هم روی مسئله تاکید کرد. به تفاوت اینها رو میتونم در یه چیز بهتون بگم. ببینید نوع سرکوبی که سپاه پاسداران میکرد، اطلاعات سپاه میکرد، یعنی این اصلاح طلب ها میکردن، با دادستانی میکرد. دادستانی میگفت نبایستی در واقع اینا رو نگه داشت، بلکه میبایستی النصر رو به روح بلا فاصله که اینا رو ما دستگیر کردیم با شکنجه یه چیزی ازشون بگیریم بلا فاصله ادامش بدیم. اونا یعنی اصلاح طلب ها میگفتن نه، به این ترتیب ما به کنه تشکیلات نمیرسیم، تشکیلات ها رو نمیتونیم نابود کنیم، بلکه بهتر اینا رو دستگیر میکنیم، فشار بیاریم، نگه داریم و از طریق اینها بتونیم به تشکیلات ها برسیم و به این ترتیب مدت زنده بودن اینا رو بیشتر بکنیم تا بتونیم بیشتر ازشون استفاده بکنیم و بعد ادامش کنیم. مثلا تو مصاحبه های جمعی هم اینا با هم دیگه تفاوت داشتن. ببینید یا مصاحبه های تلویزیونی، اعترافات، مثلا لاجوردی اینا یکی رو میزدن با مشت و حتی صورت، یا مثلا با شکنجه و صورت برآمده طرف رو میبردن باش تلویزیون، دو خط بیاد یه چیزی بگه یا یه چیزی رو محکوم بکنه. اونا میگفتن آقا اینجوری به ضررمون تموم میشه، بهتره ما اینا رو که میگیریمشون بعد زیر شکنجه های فوق‌العاده‌ای که میبریم بعد یه سمیناری تشکیل بدیم، اونایی که درست در خدمت ما هستن و با یه عده‌ای که کمتر تحت فشار یا اومدن پای مصاحبه یا کمتر به ما نزدیک هستن اونا رو بیاریم تو کادر اینا قرار بدیم، یهو سیچر داره نشون بدیم، وقت اینایی که بلبل زبونی میکنن در واقع پای همه تموم میشه و ما اینجوری میتونیم تأثیر بیشتری داشته باشیم. ببینید یعنی تفاوت اصلاح طلب و اون یکی جناح که جناح سرکوبگر یا بازار یا مؤتلفه بود در این بود، ولی نه در سرکوب، نه در جنایت، نه در شقاوت. این رو ما اونجا، این در واقع شکلگیری جریان اصلاحات در جامعه یا در زندان و در نهادهای سرکوبگر بوده. درگیریشون هم انقدر زیاد بود که در سال 63 منجر شد به برکناری لاجوردی و همچنین رؤسای زندانی که لاجوردی تعیین کرده. این دشمنی رو از اون موقع داشتن. شما تو بعدم مشاهده میکنید در مجلس دوم و به خصوص مجلس سوم این درگیری که بود، در مجلس سوم تقریبا تمام کاندیداهای جناح مقابل خط امام رأی نیاوردن، هیچ کدومشون در تهران. میخواستن انتخابات رو ملغا کنن که خمینی از طریق محمد علی انصاری نمایندش به شورای نگهبان فشار آورد و شورای نگهبان مجبور شد که انتخابات رو اعلام بکنه، در واقع صحتش رو و توطئه اونها رو ناکام گذاشت. ولی همینا تو مجلس چهارم تلافی کردن، هم اونها رو رد صلاحیت کردن و هیچ کدومشون نتونستن وارد مجلس بشن. همین درگیری رو شما تو دوره‌های بعد هم می‌بینید. من این رو خواستم به اختصار فقط توضیح بدم که به چه شکلی این جریان اصلاحات عوض شده از لیبرال و ضد لیبرال و ضد امریکا، امروز رسیده به جایی که مد روزه. شما نگاه کنید اعتدال، اصلاحات، نمیدونم کلماتی مثل نمیدونم ضد خشونت، مدرنیسم، اینا داستانایی است که خب میدونید به روزه، اینها خریدار داره، اینا بدون اینکه اعتقادی به اینا مسائل داشته باشن این موارد رو مطرح میکنن، چرا که فکر میکنن کالایی است که خریدار داره. درسته، اما سیر جریان اصلاح طلبی آقای مصداقی در دولت دوم خرداد چگونه بود؟ تحلیلتون در اون زمان چی هست؟ ببینید این کسانی که دوم خرداد رو در واقع پیش آوردن قبلا اینو توی آزمایشگاه کوچیک اجرا کرده بودن در زندان. درست همین کسانی که در جامعه اومدن موضوع دوم خرداد رو پیش آوردن تو زندان در سالهای 64 63 اواسط 63 به بعد این رو شروع کردن، 64 65 اومدن، ولی کن با یه افولی در سال 66 روبرو شد تا به کشتارش زندانیان در سال 67 رسید. درست همین شعارها، ببینید شل کردن در واقع بندهای سرکوب که در جامعه بود، تو زندان هم همین کار رو کردن. یعنی اومدن چه کار کردن؟ اومدن تو زندان هم مثلا توابین رو بردن، اوامر سرکوب رو از اتاقا، از بندها بردن،
و اومدن گشایش فرهنگی ایجاد کردن، کتاب آوردن، فروختن، نمایشگاه کتاب بزرگ گذاشتن. همین حسین شریعت مداری، همین حسن شایانفر که امروز جناح هار رژیم رو تشکیل میدن، اونجا شده بودن پیشتاز گشایش فرهنگی در امر زندان. ببینید قبلش کتاب حافظ ممنوع بود، حتی کتاب مطهری خدمات متقابل اسلام و ایرانش ممنوع بود، بسیاری از کتاب‌های خود رژیمی ها هم خوندنش ممنوع بود. بنابراین توی همچون شرایطی بودن انتخابات گذاشتن، یک نمایشگاه بزرگ گذاشتن و حتی تلویزیون رنگی رو بردن در زندان. درست همین گشایشی که تو جامعه است، آدماش ببینید همین خط امامی ها، همین اطلاعات سپاه، همین کسایی که بعدها تو دولت خاتمی در واقع جریان اصلاحات رو پیش آوردن همونجا بودن. اما بعد از مدتی در خود همون زندان به ضدش تبدیل شد و عملا اینها رفتن پای خط سرکوب که همون کشتار سال 67 بود. به محض اینکه شما دیدید که یه تصفیه خونی درست تو جامعه هم محصول دولت خاتمی چی شد؟ دولت احمدی نژاد. یعنی از دل دولت خاتمی احمدی نژاد در اومد و بعد اون همه مصیبت هایی که همه ما شاهد و ناظرش هستیم. بنابراین این هم ریشه در گذشته داشت و همون افراد، همون کارگزاران، نه اینکه آدم های جدید باشن، نه اینکه در واقع تغییر اساسی در رفتار و کردار و اندیشه اینها پیش اومده باشه، نه، همون آدمان، منتها منافعشون اینگونه اقتضا میکنه که شعارهای جدیدی بسته به روز و بازار بدن برای اینکه بتونن عمر نظام رو بیشتر بکنن یا اینکه بتونن استمرار بدن حضور خودشون رو در قدرت. آقای مصداقی، اینجا پرسشی برای من مطرح هست که آیا جریان اصلاح طلبی ساخته بیت رهبری و اتاق فکر همین نهاده یا اینکه یک جریان جبریه؟ نظرتون چی هست؟ یا اصلا هر دو؟ ببینید نه، اصلاح طلبی ساخته بیت رهبری نیست، ولی باید توجه داشته باشیم همه این درگیری ها زیر یک سقفه، سقفی که در واقع نظام جمهوری اسلامی است و منافع نظام. ببینید روحانیت یک کاسته، یک کاست قدرته و در نهایت منافع کاست رو در نظر داره. حالا اینکه این مجمع روحانیون مبارزه یا اون یکی جامعه روحانیت مبارزه، درسته که درگیری دارن، درسته که با هم دیگه حتی مخالفت‌های جدی هم در یک جاهایی دارن، رقابت‌های جدی هم دارن، اما این به اون مفهوم نیست که جانب مردم رو میگیرن، جانب منافع ملی رو میگیرن و یا کاری رو میکنن برخلاف منافع نظام و برخلاف منافع کل سیستم. نه، اینها نگاه متفاوتی است که به مسائل دارن. اصلاح طلب ها میگن یا این خط امامی های سابق میگن به این ترتیبه که ما میتونیم قدرت خودمون رو استمرار بدیم، به این ترتیب ما میتونیم از سطح فشارها کم کنیم و میتونیم مدت بیشتری از قدرت و مواهب اون استفاده کنیم. اون جناح نگاه متفاوت تری داره. ببینید نگاه بازاره. نگاه بازار شما توجه کنید، وقتی که تو بازار میخوان معامله بکنن میگن چی؟ میگن طرف از این دست میگیره، از اون دست میده، میگه چقدر برای من داره. مثلا اگر کالایی رو خریده مثلا 1,000,000 تومان، اگر ببینه امروز 1,500,000 تومان میخرن، بلافاصله میفروه، یا 1,050,000 تومان، این بخاطر اون 50,000 تومان میده بره، میگه از این دست به اون دست سوده. یعنی دنبال سود کوتاه مدتن. همین نگاه رو گفتم توی سرکوب، توی جنایت هم میدیدی سود کوتاه مدت، میگه همین الان میکشیمشون و ازشون راحت میشیم. اون یکی میگه نه، اینو نگه داریم بلکه بیشتر بتونیم ازش استفاده بکنیم و بتونیم ضربات مهمتر و بزرگتری رو وارد کنیم. این دو نگاهه و به خاطر در واقع اون پیشینه این هاست و به خاطر در واقع اون خواستگاه این هاست، یکی به بازار یا نگاه بازار نزدیکه و یکی در واقع در نقطه مقابل اون قرار داره. به همین دلیله که تفاوت میکنه دیدگاهاشون. در حاکمیت هم همینه. بعدم رقابت هست. ببینید این رقابت بین خانواده های مافیاست. درست مثل سیسیل که یه روز میان بیرون جنوب ایتالیا
دو تا خانواده به جون هم میافتن تو خیابون یا افرادشون و همدیگر رو میکشن حتی، ولی در مقابل پلیس متحدن، در مقابل دستگاه قضایی متحدن. شما نمیبینید که یک خانواده مافیا بره اون یکی خانواده رو لو بده، میکشدشون اما نمیره به پلیس لو بده، اما نمیره به دستگاه قضایی لو بده. چرا؟ چون یک وحدتی خانواده مافیا در مقابل دستگاه قضایی و پلیس دارن. در نظام جمهوری اسلامی هم همینطوری، یک در واقع وحدتی در مقابل نیروهای بیرون از نظام یا به قول خودشون کفار و اجانب و نمیدونم اینها دارن. به همین دلیله که سر به زنگاه اونجایی که منافع کل نظام پیش بیاد اینا با هم وحدت میکنن، فرقی هم بین جناحین نمیکنه و کما اینکه در همه 37 سال گذشته ما شاهدش بودیم. من فقط یک مورد رو بگم. ببینید، و یک مصاحبه داشتن با حجاریان به عنوان معمار اصلاحات دوم خردادی، ازش پرسیدن، گفت آقا اگر لازم بشه ما دوباره میتونیم با هم وحدت کنیم. او یک طرف گفت من و بادامچیان، یعنی درست سر دوتا جناح، گفت شما و خبرنگار پرسید، گفت شما و بادامچیان، خب چرا تعجب میکنید، مگه در دوران جنگ نبودی؟ ببینید، پس اگر نیاز بشه این آمادگی رو دارن اینها، به خصوص که اینها در واقع با هم روابط نزدیک و تنگاتنگ خانوادگی دارن. تمام اینها رو که ببینید با هم در واقع فامیلن، از چند تاریخ فامیلن و خب در نقطه آخر که منافع حتی خانوادگی خودشون رو زیر پا نمیگذارن. و در واقع دو نگاه، دو مسیر، هدف یکی. بگذارید به آقای خاتمی و باند اون بپردازیم که صحبت از مردم سالاری دینی میکنه. حالا خود مردم سالاری دینی با هم تضاد داره در مفهوم، هیچ وقت نمیتونه به قابل اجرا نیست. آیا با این تعریفی که ما از مردم سالاری دینی میتونیم داشته باشیم، میتونیم اصلا کوچکترین تغییری رو در این جامعه به وجود بیاریم؟ اصلا فرض بگیریم که کسی هم هست، فرض بگیریم که در این طیف میخواد کاری رو انجام بده، آیا واقعا این همچین کاری رو میتونه انجام بده؟ ببین، اصولا دین در مقابل دموکراسی است، به خاطر اینکه دین دستوراتی است که مشخصه، از قبل داده شده است و عملا نمیشه از حیطه اون خارج شد و عملا نمیشه اون رو دور زد. این دینه و کسی هم که بخواد نوآوری بکنه مرتد میشه و در هر صورت خارج از دین، پس امکان نداره. در صورتی که دموکراسی نظر مردمه، اون چیزی که مردم خودشون تشخیص میدن، عقل جمعی تشخیص میده، اون رو انتخاب میکنن، پیروی میکنن، میتونن اشتباه میکنن، میتونن 180 درجه عکسش رو هم بعداً تجربه میکنن. بنابراین این دوتا مطلقاً با هم دیگه جمع نمیشن، درست مثل دین و حقوق بشر. مطمئناً دین و دستورات مذهبی با حقوق بشر جمع نمیشه، اصلا امکان نداره. شما ببینید دستورات فقهی هیچ وقت نمیتونه با حقوق بشر کنار بیاد. وقتی که حقوق بشر امروز مجازات‌های بی‌رحمانه رو محکوم می‌کنه، چطوری شما می‌خواید بیاد ببین دست بریدن و پا بریدن و نمی‌دونم چش در آوردن رو توجیه کنید، سنگسار رو توجیه کنید، قصاص رو توجیه کنید؟ وقتی که تو حوزه نمی‌دونم میاد حقوق کودک زیر 18 سال رو حتی رسمیت نمی‌شناسه ازدواجش رو، خب چطوری می‌تونید دختر 9 ساله رو نمی‌دونم پسر فلان رو به ازدواج در میارن 13 ساله رو؟ خب یا از اون طرف میبینید مجازاتشون میکنن، خب بس نمیشه. یا حقوق زنان رو شما وقتی که در واقع میبینید ابتدایی ترین حقوق زن رو زیر پا میذارید، خود مذهب، خود فقه، زن نصف مرده. خب حالا بعدا با سخت جنین میخواید چیکار کنید؟ نمیدونم با تمام حقوقی که زنان براش مبارزه کردن میخواید چیکار بکنید؟ عملا نمیشه. دین، دموکراسی دینی هم همینه. اما آیا در نظام جمهوری اسلامی میشه کاری کرد؟ ای کاش میشد. ببینید، من مخالف اصلاحات نیستم، مخالف انتخابات نیستم، مخالف حرکت قدم به قدم نیستم، مخالف نشانه گذاری برای رسیدن به هدف نیستم، اما نه اینکه به دنبال سراب باشی. ببینید، در نظام جمهوری اسلامی امکان تغییر وجود نداره. این رو چرا؟ ببینید، این روز مثلا ما در سال 60 نیستیم که من یه پیشبینی کنم و هیچ تجربه‌ای ما نداشته باشیم یا جامعه‌مون نداشته باشیم. امروز ما یواش یواش سال 95
37-8 سال از این حکومت جمهوری اسلامی میگذره، ما همه جورش رو تجربه کردیم، میتونیم یه نمودار بکشیم. اگر حرکت به سمت مثبته، ما میتونیم امیدوار باشیم که 38 سال دیگه لااقل نو و نتیجه های ما به یه نتیجه برسن، خودمون که هیچی دیگه. ولی ببینید، شما یه دونه نمودار بکشید، اگر به سمت مثبت رفته باشیم باشه، این ادعاها همش درسته و من اشتباه میکنم. ببینید، ابتدا خمینی میگفت ما یه جمهوری میخوام مثل همین فرانسه، میگفت با تمام قوانین بین المللی به رسمیت بشناسیم، ما مطلقا خواهان در افتادن با غرب نیستیم. حالا به محضی که به قدرت رسیدن شد چی؟ جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، بسیار خوب. یه خورده که اومدیم جلوتر تو انتخابات دور اول مجلس گفتن، یا بگو سخام توی انتخابات خبرگان تبلیغ که میکردم، گفتن به کسایی رأی بدید که به ولایت فقیه اعتقاد دارن. خیلی از مردم اصلا نمیدونستن ولایت فقیه چیه، همه همه میپرسن اون ولایت فقیه یعنی چی. خب یا افرادی که به ولایت فقیه معتقدن یعنی چی. خب دیدید ولایت فقیه رو تو قانون کردن، بعد گفتن چی؟ گفتن و اون حقوق و یا اون اختیارات وسیع رو به ولی فقیه دادن. بعد یه خورده که گذشت گفتن هر کسی که با ولایت فقیه زاویه داره دشمن خدا و پیغمبره، گفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه. اینم به کی میگفتن؟ به من شما هم نمیگفتن ها، اینو به مراجع تقلیدی میگفتن که به ولایت فقیه معتقد نبودن، مثل آیت الله خویی، مثل روحانی، مثل شیرازی، مثل قومی، این کسایی که سنتی بودن تو حوزه. خب شما نگاه کنید، یه خورده که یواش در جلوتر رفتن گفتن ولایت مطلقه فقیه، یعنی به اونم که قبلا بود دیگه اکتفا نکردن. تو این نگاه کنید، تو این فاصله بازرگان نخست وزیر امام زمان تبدیل شد به لیبرال و نمیدونم عنصر آمریکایی و وابسته، بنی صدر 100% یا یار امام تبدیل شد به چی؟ این که آقا این اصلا صلاحیت نداره و کفایت نداره و برکنارش کردن. خب یواش یواش دیدید چه کسایی دیگه تو این رابطه حذف شدن؟ ببینید چه بلایی سر آیت الله شریعت مداری اومد، یا بعدن آیت الله منتظری اومد و او رو هم گفتن نمیدونم عقلش درست کار نمیکنه، نمیدونم فتنه اوه، و اینکه در هر صورت صلاحیت اداره جمهوری اسلامی رو نداره. همینطوری که الان رسیدیم به جایی که رفسنجانی هم صلاحیت نداره. تمام فرزندان رهبران نظام از رفسنجانی و بهشتی و مشکینی و نمیدونم مطهری و همینطور بری کروبی هیچ کدوم صلاحیت ندارن، خیلی هاشون پاشون به زندان هم کشیده شده. خب خاتمی از اون طرف، خود امام از این و نوه های امام هیچ کدومشون تو هیچ مجلسی نمیتونن شرکت کنن، حتی تو انتخابات رد صلاحیت میشن، صالح نیستن. بنابراین در یک نظام که تا اینجا ما رسیدیم، نگاه کنید خاتمی رو ممنوع تصویر، رئیس جمهور کشور بوده، نخست وزیر دوره امام، رئیس مجلس، ببینید تو حصر. بنابراین میگن رفسنجانی رو باید تیکه پارش میکردیم، میگن رفسنجانی نفس داره میکشه، آقا لطف کردن. خب بنابراین چجوری میخواییم بگیم که در نظام جمهوری اسلامی امکان تغییر هست از طریق همین صندوق رأی یا این چیزایی که اینا میگن؟ شما ببینید الان ما به نقطه‌ای رسیدیم که همین هایی که میگن اصلاحات، که ای کاش درست بود، ای کاش میشد. ببینید چه کسایی کاندیداشونه؟ علی مطهری، خب تازه این بهترینشونه، کاظم جلالی. کاظم جلالی کسیه که گفته بود موسوی و کروبی رو باید اعدامشون کرد. خب برین یه خور اون ورتر، ببین همین آقای نعمتی، ببینید چی گفته بوده. اینا کاندیدای تهران رو من دارم میگم. برید شهرستانا که دیگه وحشتناکه، تو خبرگان ببینید میگن لیست اعتدال و اصلاح طلبان کیان برن تو خبرگان، میگن آقا برید رأی بدین جیم انتخاب نشه، جنتی و یزدی و مصباح یزدی، خب اینا انتخاب نشه، کی بشه؟ خب ببینید محمدی ریشهری تا مرفق دست به خون داره. محمدی ریشهری کسی است که عامل برکناری آیت الله منتظری، اولین وزیر اطلاعات، اون همه جنایت کرده که آیت الله منتظری میگفت روی ساواک شاه سفید کرد، مگه نمیگفت؟ مگه ننوشت؟ بنابراین این رو بیایید نگاه کنید، برید یه خورده اونورتر ببینید که
دیگه کیه؟ دوره نجف آبادی، کسی که این همه قتل‌های زنجیره‌ای در دوره او اتفاق افتاده. فروهرا رو ببینید، پوینده رو ببینید، مختاری رو ببینید. خب اینا رو مگه نکشتن؟ تازه این نوکی کوه یخی رو باید ببینید. مجید شریف مگه نبود؟ آقای مستاقی، وسط صحبتتون اومدم فقط به خاطر اینکه اسم کاظم جلالی رو آوردین که به قول همه در واقع موندن که در سال فکر اگه اشتباه نکنم 89 بود که اومد به قول خیلی مجازات برای کروبی موسوی رو گذاشت، یا آقای بهروز نعمتی، یا مثال هایی که شما زدین، این دوگانگی رو آخه چجوری میشه توجیه کرد و آیا اینا همه دلیلی بر خیمه شب بازی نیست؟ توجیه این چگونه است؟ این دوگانگی چجوریه جریانش؟ ببینید اینا راه دیگه‌ای که ندارن، در واقع به نوعی خودشون برای استمرار نظام جمهوری اسلامی، برای استمرار در واقع حضور خودشون در قدرت به هر خفتی تن میدن و بعد میخوان مردم رو هم همراه خودشون کنن. یه دم در خارج از کشور چوب زیر بغل اینا و عملا هم نمایندگی اینا رو میکنن، هم تبلیغات اینها رو میکنن، هم سیاست های اینا رو مطرح میکنن، وگرنه که این ترقی معکوسه، از دستبوست به پابوس رسیده ای، خاک بر سر از ترقی معکوس کرده ای. این اصطلاحیه که ما به کار میبریم تو فرهنگمون. خب امروز شما ملاحظه میکنید در ارتباط با اینها میبینید، وگرنه که اینها رو انتخاب نمیکردن یا کاندیدشون اینا نبودن. که ببینید در این لیست اعتدالی که میگن برای مجلس خبرگان، یکیش فلاحیانه. فلاحیان کسی است که ببینید بیشترین جنایات رو در این کشور کرده، جنایتکار علیه بشریته. مثلا در فلان شهر ما بریم به فلاحیان رای بدیم در خوزستان که مثلا نمیدونم رقیبش رای نیاره، شفیعی رای نیاره، یا نمیدونم موسوی جزائری رای نیاره. خب یعنی چی؟ ببینید میخوام بگم که اون چرا که به عنوان آلترناتیو مطرح میکنن از اونا بهتر نباشن، بهتر نیستن. و متاسفانه شما میبینید که هر روز داره سطح مطالبات اینا میاد پایینتر. آدمایی که این بار به عنوان اعتدال دارن مطرح میکنن، قبلا حاضر نبودن حتی اینا رو توی هیئت دولت راه بدن بیان بشینن. ببینید در جنبش در دوران اصلاحات همین آقای علی لاریجانی رو دولت خاتمی اجازه نمیداد در هیئت دولت شرکت کنه. چرا؟ چون برنامه چراغ رو اجرا کرده بودن در تلویزیون همین رولا حسینیان، و در اونجا دولت خاتمی و اصلاح طلب ها رو متهم کرده بودن به در واقع انجام قتل‌های زنجیری. خب به این علت ایشون رو راه نمیدادن. یادتونه دانشجوها میومدن چقدر شعار میدادن صدا و سیمای لاریجانی؟ چقدر شعار علی لاریجانی بود؟ خب امروز لاریجانی شده چشم و چراغ. در امروز اینا دارن میدونن برای اینکه لاریجانی بشه رئیس مجلس. خب ببینید در اون دوره رفسنجانی همه تلاششون بود رفسنجانی و حسن روحانی به مجلس راه پیدا نکنن در لیست 30 نفره تهران. امروز همه چشم امید اینا به روحانی و به رفسنجانی. خب بنابراین اگر ما به سمت مثبت میرفتیم، اگر جامعه به سمت مثبت میرفت که ایرادی نداشت، که اگر قدم به قدم از این ارتجاع ذره ذره کنده شده بود که خوب بود، که اگر افت کرده بود که خوب بود. شما ببینید امروز میگن ولایت مطلقه فقیه چیه؟ میگن انتخاب چیه؟ خداوند انتخاب کرده ما کشفش میکنیم. امام زمان و پیغمبر انتخاب کردن ما کشف میکنیم. پس ولی فقیه ما انتخاب نمیکنیم، کشفش میکنیم. انتخاب خدا کرده. و بعد میگن اصلا نظارت معنا نداره، نظارت خبرگان بر رهبر معنی نداره، ما برای تقویت رهبری اصلا هستیم. خب دقیقاً باز یه سوالی که مطرحه، خب ما همه میدونیم که و اصلا دیدیم که اصلاح طلبا سعی میکنن که در قدرت بمونن به هر قیمتی، اما هم با ولایت فقیه موافقن، هم با انتخاباتی که زیر نظر ایشون باشه، یعنی با اصل این قضیه که انتصاباتی وجود نداشته باشه مخالفن. اگه اعتراضی هم دارن به خاطر اون رد صلاحیت های افراد خودشونه. واقعا اصلا چه برنامه ای دارن؟ چه نگرشی رو میخوان تغییر بدن؟ خب اگر شما ملاحظه کرده باشین آقای میر حسین موسوی شعار انتخاباتیش این بود که بازگردیم به دوران طلایی امام. ببینید دوران طلایی امام
چیزی نیست که ما یادمون نباشه. مثلا یکی اگه میگفت برگردیم به دوران طلایی صدر اسلام، از اونجایی که ما نبودیم شاید فکر میکردیم یک توفهی بوده دوران صدر اسلام که ما در واقع نتونستیم بهره ببریم از اون. ولی شما ببینید دوران طلایی امام رو که ما همه با پوست و گوشتمون لمس میکنیم، مگر مردم یادشون رفته کوپونه رو؟ مگه یادشون رفته صفایی که داشتن برای مواد غذایی رو؟ مگه یادشون رفته جنگ رو، موشک باران رو؟ مگر یادشون رفته کشتارهای عظیم رو، دستگیری‌های گسترده رو؟ مگر یادشون رفته اون خفقانی که بر کشور حاکم بود؟ نگاه کنید همین بخشنامه‌هایی که موسوی می‌کرد برای رنگ لباس خانم‌ها، مانتو که سرشون باشه که هیچی، مقنعه کشیده باشه که هیچی، جوراب کلوف باشه هیچی، رنگش هم باید یا توسی یا قهوه‌ای یا مشکی باشه. خب اینا که هستش تماما بخشنامه‌هاشون. دوران طلایی امام سیاه‌ترین و تاریک‌ترین دوران تاریخ معاصر ایرانه، لااقل تاریخی که ما همه زوایاش رو دیگه میدونیم. و خب برنامه‌ای که موسوی ارائه داد همینه، یا برنامه‌ای که در واقع میخواست ارائه بده، خب بازگشت به گذشته بود، بازگشت به گذشته‌ای که ما همه ازش گریزان بودیم. بنابراین وعده بهشتی به ما نمیداد، بهشت او جهنم مردم بود. حالا یکی اتفاق از شانس‌های بزرگی که خود موسوی و کروبی آوردن و مردم ایران آوردن این بود که اینا انتخاب نشدن. از یک طرف موسوی و کروبی برای خودشون آبرویی خریدن با ایستادن در مقابل خامنه‌ای، و از طرف دیگه ببینید اگر انتخاب شده بودن، خامنه‌ای مانور 40 میلیون میداد، مانور مشروعیت میداد. و توجه داشته باشین که موسوی و کروبی در کادر این نظام باید حرکت میکردن. ببینید آیا روحانی در طول این چند سال تونسته کاری کنه؟ خیر، همینو موسوی میکرد، همینو کروبی میکرد. من فکر میکنید مثلا کروبی زمانی که ریاست مجلس رو داشته شق القمر کرده بود؟ مگه وقتی رئیس نمیدونم بنیاد شهید بود شق القمری کرده بود؟ کروبی 3 ماه قبل از اینکه آمادگی خودش رو برای مجلس برای ریاست جمهوری 88 در آذر ماه 87 اعلام بکنه، در 10th سالگرد ترور لاجوردی شرکت کرده بود برای بزرگداشت لاجوردی. دیگه بدنامتر از لاجوردی که ما نداشتیم تو این نظام، که همه سعی می‌کردن یه جوری ازش فرار کنن. حتی خیلی نزدیکای لاجوردی توی مراسم تدفینش در همون موقع کشته شده بود شرکت نداشتن. خب نگاه کنید این 10 سال بعد هنوز دنبال لاجوردی میگشت. بنابراین هم به خودشون خدمت کردن، هم به جامعه، برای اینکه خامنه‌ای بعداً مانور 40 میلیونی و مشروعیت میداد. انتخاباتی که اینا ازش دم میزنن برای خرید مشروعیت خود خامنه‌ای. چرا میاد میگه حتی اگه مخالفید بهتون انتخابات شرکت کنیم؟ خب بیام انتخابات شرکت کنیم چی کار کنیم؟ آقای مصداقی، باز البته سوال آخر من هست، ولی اینجا جا داره که این سوال رو بکنم که من از صحبت شما متوجه این هستم که انتخابات رو اصلا قبول ندارید و رأی دادن به اون رو قبول ندارید. چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟ چرا نباید رأی داد؟ والا من شرکت در انتخابات رو باهاش هیچ موقع مخالف نبودم، هیچ موقع نیستم با نفس انتخابات. من فکر میکنم بهترین راه برای رسیدن به نتیجه شرکت در انتخابات و صندوق رأیه، اون که چه کسی از صندوق رأی دارد. اما کدوم انتخابات، تحت چه شرایطی، با کدوم کاندیداها؟ آخه به هر چیزی که انتخابات نمیگن که، این که انتخابات نیستش که. و این که خودش این نوعی انتصاباته. شما توجه داشته باشید که 4 تا، اول از همه 4 تا میان نهاد حکومتی، اطلاعاتی و امنیتی و قضایی میان نظر میدن یا کسی پرونده داره یا نداره. خب وزارت کشور تازه قبول میکنه که طرف ثبت نام کرده، اسمش رو اعلام میکنه. بعد شورای نگهبان اومده، هیئت‌های نظارتشون، اونا یه سری رو رد کردن، تازه کسایی که هیچ پرونده نداشتن. بعد از اونا تازه خود شورای نگهبان میرسه دوره یه دیگر رد میکنه. خب آخه این چه انتخاباتیه؟ حتی کسایی مثل نوه خمینی نمیتونه بیاد توش. معلومه که
من این نوع این رو نه انتخابات میدونم و نه کاندیدایی که درش هستن رو کاندیدای مردم میدونم. بنابراین از نظر من شرکت در این خیمه شب بازی از اساس غلطه. چرا؟ ببینید من یک منطقی دارم و اون میگم من حاضر نیستم انتخاب کنم چه کسی به حقوق من تجاوز کنه. با این استدلال که این کمتر تجاوز میکنه اون بیشتر، من حاضر نیستم در این بازی شرکت کنم. غلطه که ما بپذیریم به کسی رو انتخاب کنیم که در نهایت معتقدیم این کمتر به من تجاوز میکنه. این بی از نظر من این در واقع بی احترامی به خودمونه که میدونیم یکی رو انتخاب کنیم که به ما کمتر تجاوز میکنه. اینه که من از این بر این اساس من غلط میدونم شرکت در هر یک از انتخابات نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ چون نظام رو برخواسته از اراده مردم نمیدونم. من این نظام و مسئولین جمهوری اسلامی رو اجنبی میدونم. اجنبی اون کسی نیست که چشمش نمیدونم با ما رنگش فرق میکنه یا نه پاسپورتش نمیدونم فلانه یا چشم آبی و نمیدونم موبوره. نه، اجنبی اون کسی است که از ما نیست، غیر است. اون کسی است که با زور بر ما حاکم شده. اون کسی است که با اسلحه و با سرکوب بر ما حاکم شده. این غیره، فرق نمیکنه کی باشه، رنگ موش چیه، رنگ چشش چیه، پاسپورتش کجاییه، شناسنامش کجاییه، فرق نمیکنه. پس به این دلیلی که من غلط میدونم وارد شدن در این بازی و در این عرصه و در این خیمه شب بازی رو. منتها باز من این رو تاکید میکنم، ببینید من مردمی رو که در تحت فشار هستن، انواع و اقسام سرکوب ها رو تجربه میکنن، سرزنش نمیکنم برای انتخابشون. مردم رو ملامت نمیکنم برای انتخابشون. اونا میتونن بر اساس دیدشون، نگاهشون، منافعشون یا هر آنچه که بهش باور دارن یا فکر میکنن انتخاب بکنن. من نمیخوام برای مردم تعیین تکلیف بکنم و بعد چنانچه بر اون اساس عمل نکردم اونها رو مورد اتهام قرار بدم، نه. ولی من به عنوان یه فرد، به عنوان یه کسی که این نظام رو میشناسم، بنیانگذارانش رو و کسانی که اون رو اداره میکنن و جناحای اون رو میشناسم و اهدافشون رو میشناسم و نگاهشون رو میشناسم، میگم از این راه به سرمنزل مقصود نمیرسیم، از این راه به آزادی و دموکراسی نمیرسیم. ای کاش این راه امکان پذیر بود، ولی به نظر من نیست. بگذارید به شعارهای باز این گروه بپردازیم. آقای روحانی از اعتدال صحبت میکنه، اعتدالی که آقای روحانی میگه اصلا آیا ارتباطی داره؟ یکیان با هم، در حالی که اساساً خب اعتدال بیشتر خودش یه روشه تا یه هدف. نظرتون چی هست؟ بله حتما اعتدال یک روشه برای رسیدن به یک هدفی. منتها باید دید که نظام جمهوری اسلامی یکی از در واقع لطماتی که وارد کرده به فرهنگ ما اینه که کلمات رو از معنی خالی کرده. شما ببینید اصلاحات رو ببینید، همین اعتدال رو ببینید، فساد رو ببینید. نظام جمهوری اسلامی عامل فساده. شما مسئولین جمهوری اسلامی از اینها فاسدتر پیدا نمی کنید در دنیا. کمتر حاکمانی هست که به فساد مسئولین جمهوری اسلامی باشه. دستگاه قضایی رژیم رو ببینید، کمتر دستگاه قضایی در دنیا هست. من اینو به عنوان شعار نمیگم، به خاطر ضدیتم با این نظام نمیگم، با اطلاع دقیقی که دارم نسبت به مسئله میگم. فاسدتر از اینا نیستن. دیدید جعفری دولت‌آبادی هم به زبان اومده که آقا خانوم هایی که به دستگاه قضایی میرن مورد چه تعدی هایی قرار میگیرن، حتی در مقام شاکی. حالا این اندازه به تو بگم، خود آقای جعفری دولت آبادی یکی از فاسدینه که همچین اعترافی رو میکنه. ببینید آش انقدر شوره که آشپز باشی هم در واقع دیگه صداش در میاد. ولی ببینید اینا فقط نیست. شما چی بوده؟ مگر خمینی نمیگه معنویاتتون رو بالا میبرید؟ خب این معنویات جمهوری است بالا رفت، بالا برد. خودشون میگن که آنچه که در جامعه سقوط کرده اخلاقه. آیا
در نظام جمهوری اسلامی کلمه‌ای بوده که اینها ازش استفاده بکنن و اون رو از محتوا خالی نکرده باشن. اعتدال یکی از همون کلماته. آیا در ارتباط با دیگر موضوعات این مسئله رو نمیتونیم ببینیم؟ حتما میتونیم. هر جایی که اینها دیگه برای مردم مشخص شده، خودشون میگن هر چی که رژیم رو بدونید بخواد عکسشو بکنه. اگه گفتن گرونی نمیدونم ارزونی در راه، بدونید گرونی در راه. اگه گفتن تورم ما مهار کردیم، بدونید اتفاقا مهار نتونستن بکنن. اگر ببینید هر اون چی که اینا میگن مردم میگن بعد ضدشو بگید. چرا؟ چون میدونن نگاه اینا با نگاه مردم متفاوته. مفهومی که اینا از کلمات در نظر دارن با مفهومی که مردم دارن در تضاده. اعتدال یکی از اونست. شاخصاشو نگاه کنید تو جامعه کیان. من دیدم کتاب نوشته بودن که که اثبات کنن لاجوردی ضد خشونت بوده. ما از نظام جمهوری اسلامی شما دیدید خشنتر؟ کدوم نظامی در دنیا میبینید جز داعش و طالبان به رنگ لباس خانوما یا به لباس خانوما کار داشته باشه؟ شما میبینید تو خود عراق که یک حکومت اسلامی است و تو پاکستان که حکومت اسلامی است و در واقع آفریقا هم کشورهای اسلامی به نام حکومت اسلامی وجود دارن، همچی کاری رو نمی کنن. کاری به لباس مردم ندارن، کاری به حضور زنها در میادین ورزشی ندارن، اما تو جمهوری اسلامی دارن. پس این موضوعی که میگم خالی کردن کلمات از مفاهیمشون یکی از خیانت‌هایی است که این نظام به فرهنگ ما، به مردم ما در واقع کرده. و تصورم اینه که موضوع اعتدال هم در ردیف همون هاست. شعاری که تو این رابطه میدن در همون ردیف هستش و به این ترتیب نمیشه امید بست، کما اینکه به کلید روحانی هم نمیشد امید بست. شما الان ملاحظه کنید این کلید فقط مشکلات ولی فقیه رو، نظام جمهوری اسلامی رو و نه مردم ایران رو حل کرده. نظامی که میگفت کلیده، بله کلید بود، اما نه کلید برای مردم، نه اینکه فشار از رو مردم برداره، نه، برای اینکه فشار رو نظام برداره، برای اینکه خطر در واقع تحریم رو که کمرشون رو شکسته بود و میرفتن که با بحران مواجه بشن، بله اونا رو، اون کلیدا رو، اون قفلا رو باز کرده که به نفع کل نظام هست و نه به نفع مردم. آقای مصداقی، جالب اینه که دولت تدبیر و امید، حالا آقای کلیددار رکورددار اعدام بوده، دولت اصلاحات هم در واقع رکورددار بستن مطبوعات بوده. این تناقض آیا قابل توضیحه؟ و اصلا همین تناقضات آقای مصداقی دستساز بودن اون توسط رهبر نیست؟ خب ببینید، من این رو بهتون بگم که ببینید نظام جمهوری اسلامی رو دو پایه سواره. درگیری ها و تضادهایی هم که اینها دارن، قبلا راجبش توضیح دادم، دست اینها رو توی یه جاهایی باز میزنه. ببینید اینا پلیس خوب پلیس بد هستن. و بعد این رو توجه بکنین که زمانی که جناح مقابلشون میاد، مثلا جناح اصلاحات یا حالا جناح به اصطلاح اعتدال، از اونجایی که یک درگیری درونی هم اینها با همدیگه دارن و از اونجایی که خامنه ای، دستگاه اطلاعاتی امنیتی و دستگاه قضایی هماهنگ با هم دیگه حرکت میکنن، به اضافه سپاه و نیروی انتظامی که از طرف خامنه ای رهبرانش و فرماندهانش انتخاب میشن، ببینید اون موقع فرصت رو مناسب میبینن برای اینکه سرکوب رو تشدید کنن. چرا؟ چون توی نگاه اینا که درستم فکر میکنن، میگن از اونجایی که غرب، از اونجایی که به اصطلاح نیروهای بین المللی یا کشورها چشم امید بستن به اصلاحات، چشم امید بستن به اعتدال و در حال مذاکره هستن و در حال بدبستان هستن، بنابراین کسی دیگه توجهی به حقوق مردم ایران نمیکنه، کسی توجهی به سرکوب نمیکنه. اونجاست که اسبشون رو زین میکنن
اونجاییست که تشدید میکنن وضعیت نقض حقوق بشر رو. من بارها راجع به این قبلا نوشتم، توضیح دادم، حتی زمانی که مذاکرات برجام در جریان بود من گفتم بزرگترین لطمه رو در واقع حقوق بشر از این وسط خواهد خورد. من یادمه حتی قبلا هم بارها من تاکید کردم در زمان تحریم های اقتصادی یک عده‌ای میگفتن آقا این تحریم های اقتصادی رو بردارید، آی آقا دیگه حقوق بشر فراموش شده. من همون موقع نوشتم که اگر واقعا طرفدار حقوق بشری، اگر طرفدار حقوق زنانی، کودکانی، محیط زیستی، حقوق کاری، صلحی، از این تحریم ها حمایت کنید. درسته برای مردم مشکل میاره، درسته برای مردم سختی میاره، اما یه خطر بزرگتر رفع میکنه که جنگ، یک. دو، مطمئن باشید که اگر این موضوع تحریم ها برداشته بشه دیگر کسی به حقوق بشر نگاه هم نمی کنه و دست رژیم باز میشه برای سرکوب بیشتر، چون وقتی که میرن تو معامله دولت ها اون موقع دیگه کسی براش مهم نیست که مردم ایران هم میکشن یا نمیکشن. شما ببینید زمانی که آقای احمد شهید انتخاب شد چه دوره ای بود؟ در دوره تحریم ها بود، وگرنه یکی از خیانت هایی که خاتمی در حق مردم ایران کرد این بود که پرونده ایران رو با توطئه هایی که کردن از کمیسیون حقوق بشر بیرون آوردن، از نظارت بین المللی بیرون آوردن، نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رو حذف کردن. نتیجهش چی شد؟ دودش به چش کی رفت؟ به چش مردم ایران. درست در موقع تحریم بود که دوباره هم گزارش اومد، هم قطعنامه اومد و خب اما امروز که در بدبستون هستن معلوم مردم ایران بیشترین لطمه رو میبینن. من فرصتم بسیار کمه، دو تا سوال مهم، شاید هم سه تا دارم. آقای مصداقی، این روزا میشنویم اصلاح طلب حکومتی، من نمیدونم اصلاح طلب غیر حکومتی کدومان، اصلا مگه میشه کسی غیر از اینکه خارج حکومت باشه بتونه به قول معروف بتونه اصلاحاتی رو انجام بده؟ نمیدونم واقعا، در واقع مثل یه طنز. این اصلاح طلب حکومتی و غیر حکومتی چیه؟ خب ببینید، در هر صورت اصلاح طلب باید توی حکومت باشه تا بتونه حکومت رو اصلاح بکنه، بیرون از حکومت که دیگه نمیتونه این حکومت رو از درون اصلاح بکنه که. یه مسئله است، یعنی اصلا ما اصلاح طلب غیر حکومتی نداریم. اصلاح طلب ها تماما به نظام جمهوری اسلامی متکی هستن، نمایندگی میکنن این حکومت رو و منافعشون در گروه این حکومته. اگر این حکومت نباشه کدوم یک از این اصلاح طلب ها میتونن پست هایی رو که دارن و داشتن رو عهده داشته باشن؟ کدوم یک از اینها میتونن تریبونی در اختیار داشته باشن، امکاناتی رو در اختیار داشته باشن؟ ببینید اینا که به خاطر مردم نیست که این صحبت ها رو میکنن که، و فقط در نظام جمهوری اسلامی و در سایه این نظامی که اینا از این امکانات میتونن برخوردار باشن. بنابراین فقط و فقط ما کسانی رو داریم با دیدهای مختلف که اینها در خدمت نظام هستند، اصولگرای حکومتی، اصلاح طلب حکومتی، اعتدالگرای حکومتی، نمیدونم همه اینا حکومتی یا غیر حکومتی نمیتونه باشه، اصلا معنا نداره. شما ببینید ظریف تفاوتش با اونای دیگه چیه؟ ظریف تفاوتش اینه که با ظرافت منافع نظام رو پیش ببره. ظریف فرقی نمیکنه. این آقای ظریف کسیست که همین پیروز اومد در اتحادیه اروپا محکوم کرد موضع اتحادیه اروپا راجع به نظام باشد در ایران، یا در ایران حقوق بشر نقض نمیشه. و آقا ما یه نفر مخالف رو تو زندان نداریم، هیچ کسی به خاطر نظراتش تو زندان نرفته. ببینید روز روشن میاد دروغا رو میگه، و خامنه هم همینه میگه. مگه فکر میکنید مثلا لاریجانی غیر از این میگه؟ مگه فکر میکنید احمد خاتمی غیر از این میگه؟ علم الهدا مگه فکر میکنید غیر از این میگه؟ منتها اونو آخوند منبری هم بالا منبری به زبون دیگه میگن، این تو مجامع بین المللی همین رو میپیچونه با ظرافت مطرحش میکنه، وگرنه ماهیت ظریف که فرقی نمیکنه با اینای دیگه که.
اصلاح طلب حکومتی فقط و فقط میتونه معنا داشته باشه، و یعنی اصلاح طلب غیر حکومتی که معنا نداره که، چون همه وابسته به نظام هست، همه نگاهشون به نظامه، همه منافعشون در گروه حفظ نظامه. و بیایم یک کم هم به اصلاح طلبان خارج نشین بپردازیم آقای مصداقی، که این روزا این خارج نشین ها میان در حالا تلویزیون های مختلف و بر ارباباشون تبلیغ میکنن، و میان یکی میاد میگه اعدامای 68 رو فراموش کنی، یکی دیگه داره سر و دست میشکنه برای زندگی در ایران، وزیر سابق حکومت قبلی هم که حالا لندن نشین شده و یه جوری تبلیغ میکنه. اینها در مورد اینا یه توضیحاتی بدین، یه خود روشن‌تر باشین. این اصلاح، این افراد کیان، چیان، دارن چیکار میکنن؟ ببینید همه این سران این رژیم که این همه شعارهای ضد امریکایی و ضد غربی میدادن، در واقع واقعی نبود که، واقعی نیست که. همین مصباح یزدی رو میبینید، مصباح یزدی اون نامش رو در سال 68-69 به رفسنجانی ملاحظه بکنید، با چه القاب عجیب و غریبی از رفسنجانی اسم میبره، برای اینکه تقاضای 150,000 دلار پول داره در سال 68 برای سفر به امریکا. تو همین امریکا که اومده بود، فکر میکنی کی این ور اونور میگردوندش؟ همین ظریف و تیم نیویورکی‌ها. ببینید مصباح یزدی عبا و عمامش هم گذاشته بود کنار وقتی همین امریکا اومده بود. یعنی آمادگی رو دارن اینا. فکر نکنید که اینا خیلی آدمایی هستند که مثلا به پرنسیبی معتقدن یا اصولی رو بهش باور دارن. نه، بسیاری از کسایی که تو دولت هستن، تو دولت روحانی هستن، دولت احمدی نژاد بودن، گرین کارت های امریکا رو داشتن، دنبال سیتیزنشیپی امریکا هستن. هیچ در واقع ملاک و معیاری رو هم در نظر نمیگیرن، اصلا باور ندارن بهش. نهاوندی ها مگر گرین کارت نداره؟ خیلی از معاملت هاشون، خیلی از افراد اینها، مگه آقا تهرانی که الان هم لیست اصولگره هاست در مجلس، قبلا هم که معلم اخلاق کابینه دولت احمدی نژاد بود، اون گرین کارت امریکا رو داشت که. خیلی از اینها هستن. من الان فرصتی نیست اسم بیارم که اینا تا کجا به دنبال منافعشون در اینجا بودن. ببینید یه عده‌ای هستن متاسفانه در خارج از کشور اومدن و اینها تریبون‌های را در اختیار دارن. نمونه مشخصش شما اکبر گنجی رو میتونید ببینید. امروز میان شعار میدن به عنوان که آقا بریم انتخابات شرکت کنیم، جیم رو حذف کنیم. گفتم کیا رو میخوام بیارن جاش. و خب یکی نیست به اینا بگه آقا شما اصلا چرا امریکایید؟ خب برید ایران. سید ابراهیم نووی این همه شعار میداد، میخواست بره ایران، کشتار 67 هم نفی میکرد، اینکه آقا فراموش بکنید، آقا ول کنید، آقا بس کنید، میخواست بره ایران، یه سر از کالیفرنیا در آورد. خب میدونید و بودجه‌ای که در اختیار اینها قرار میدن. و بعد هم ببینید هیچ کدوم از شعارهایی که اینا میدن عملی نمیشه. همین سید ابراهیم نووی یادتونه تو همین تریبونایی که به دست آورده بود جنبش 88 با اسب تروبا ببرید نمیدونم توی میدان آزادی، دیدید چه فاجعه‌ای رو به وجود آورد همین سید ابراهیم نووی؟ ای فکر میکنید اینا عقب میشینن؟ یا خود اکبر گنجی بالماسکی که درست کرد تو نیویورک، چرا اکبر گنجی که میگفت در انتخابات شرکت نکنید اون دوره تحریم انتخابات، همین آقای اکبر گنجی بعداً به محض اینکه دید محسن مهرباف تو اروپا دست گرفته و نمایندگی نمیدونم موسوی رو میکنه، بلافاصله دید عقب افتاده، الان میتونه تریبون بگیره، یه بالماسکی رو درست کرد تو نیویورک، شروع کردن ملت میبرن بریم اونجا آقای از این ور به اون ور خیمه شب‌بازی میکردن، خیلی از آدم‌ها رو فریب داد. خب بعد شما دیدید چی شد که بلافاصله وقتی دید اوضاع خراب، بعد از اون که از تک و تاب افتادن اومد که آقا اصلا تو ایران در انتخابات نمیشه تقلب کرد، اون حسین پورقاضیان هم آورده بود آقای مصداقی، اصلا امکان نداره تقلب کردن. بله آقای مصداقی، من عذرخواهی میکنم، من 52 دقیقه برنامه هم تموم شده، فقط با یه بله یا خیر آخرین پرسش من رو جواب بدین. شما به عنوان یه فعال سیاسی که در زندان هم بودین، متاسفانه شکنجه و
میدونم اتفاقات خیلی بدی هم براتون به وجود اومده و تحمل کردید. آیا واقعا کمترین امیدی به اصلاحات در این حکومت وجود داره یا خیر؟ ای کاش وجود می‌داشت. من همیشه دوست داشتم که دوست دارم که تغییرات با هزینه هرچه کمتری صورت بگیره و مردم با هزینه کمتری به خواسته هاشون برسن، اما بعید میدونم در نظام جمهوری اسلامی با توجه به سازوکاری که داره بتونی از طریق اصلاحات به نتیجه برسی. کوچکترین اصلاحاتی به فروپاشی نظام منجر خواهد شد. سپاسگزارم آقای مصدقی، ممنونم که بازم میگم در سفر بودید اما دعوت من رو پذیرفتین. تا دیدار و گفتگوی دیگر بهتون بدرود میگم. خیلی ممنون از شما، همچنین از بینندگان عزیز. و ما عزیزان، این بود برنامه دیگر از برنامه‌های رسانه افق ایران. تا دیدار و گفتگوی دیگر، به شما عزیزان هم بدرود و پاینده ایران میگویم.